سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح یک شنبه چهارم خرداد ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 شنبه شب 24 می 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان در رشته برنامه در همسایگی خداوندان همراه میشیم با دکتر اکبر کرمی و میپردازیم به بخش دیگری از اندیشیدن به دین. شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید. یک شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه در همسایگی خداوندان قسمت 21. همراه میشیم با دکتر اکبر کرمی، نویسنده در همسایگی خداوندان. دکتر خوش اومدید. خواهش میکنم، خوشحالم در خدمتتون هستم. ممنونم. آقای دکتر کرمی عزیز، جلسه پیش راجع به آقای مصباح یزدی صحبتی به میان اومد و البته یادی کردین از نظر ایشون راجع به آزادی، که آزادی بت بزرگ امروز شده. به هر حال در حوزه علمی قوم روحانیون دیگه هم هستن. چطور ما میتونیم، چه کسی رو احیانا برای موازنه، برای ایجاد موازنه یا برای اینکه عادلانه صحبت کرده باشیم، از چه کسی یاد میکنیم؟ بذارید با افتخار از آیت الله منتظری یاد بکنم. حسین علی منتظری بیشک یکی از چهره های برجسته حوزه علمیه توی میشه گفت قرن اخیر هستش. دست کم بعد از جمهوری اسلامی که چهره های برجسته هستش که دقیقا در مقابل آقای مصباح چهره رحمانی دین اسلام و تشیع رو سعی کرده تا اونجایی که در توانش هست نمایندگی بکنه و نشون بده. فکر میکنم اگر قرار توازنی برقرار بشه باید این چهره رو مطرح بکنه. چطور مقایسهشون میکنین؟ گفتین کاملا در مقابلشون. واقعا کاملا در مقابل؟ کم و بیش، به خاطر اینکه جفتشون به هر حال پرورده حوزه هستن، حوزه های تشیع در قم، جفتشون جز ملاها و درسخونده های باسواد و مطرح و قابل قبول حوزه علمی قم هستن و جفتشون هم به جریان اسلام سیاسی تعلق دارن، با این تفاوت که آقای منتظری از چهره هایی هستش که پیش از انقلاب کنار مردم بود و از یاران نزدیک آقای خمینی بود، بعد از انقلاب از زندان آزاد شد و در دوره‌ای هم با آقای خمینی همکاری می‌کرد و بعد که مشکلاتی به وجود اومد به ویژه در جریان اسیرکشی و جوانکشی سال 67 در زندان‌های جمهوری اسلامی که مستقیماً با دستور آقای خمینی بود، ایشون دیگه رابطه‌اش را و شکل کارش رو با آقای خمینی عوض کرد و توی این منازعه در واقع سیاسی ایشون کنار مردم ایستاد، کنار قربانیان بیپناهی ایستاد که در داخل زندان‌ها سلاخی شدن و بهای بسیار سنگینی هم برای این ایستادگیش پرداخت. هم شخصیتش مورد هجمه و در واقع تاخت و تاز قرار گرفت و هم که به هر حال به عنوان کسی که قرار بود جانشین آقای خمینی بشه از همه اون مصادری که براش تهیه شده بود در واقع چشم پوشید. در مقابل آقای مصباح کسی هستش که در حوزه های علمیه پیش از انقلاب گزارش یا اطلاعاتی از همکاری ایشون با جریانی که به هر حال به انقلاب اسلامی رسید دیده نمیشه. ایشون هیچگاه با انقلابیون همکاری نکرد و بعد از انقلاب هم تا زمانی که آقای خمینی زنده بود تو حاشیه قرار داشت. دقیقا وقتی که آقای خامنه‌ای به گونه غیر قانونی به قدرت رسید، به واسطه نیاز مبرمی که ایشون داشت برای اینکه حمایت‌های لازم را از حوزه بگیره، در واقع ستاره اقبال آقای مصباح طلوع کرد و ایشون در کنار آقای خامنه‌ای قرار گرفت و سعی کرد که این مشروعیتی رو که ایشون احتیاج داشت بهش بده و کار تا اونجا پیش رفت که حتی توی یکی از گزارش‌ها و فیلم‌هایی که مطرح هستش ایشون
در واقع افتاده به پای آقای خامنه ای، داره پای آقای خامنه ای رو در واقع میخواد. اون تصویر موثقه؟ حالا من خبرنگار به معنا نیستم بخوام در مورد این مسائل داوری بکنم. شخصیت ایشون اگه از اون تصویرم بگذریم، صحیح، گفتار بسیار ستایش انگیز و قلوامیزی در مورد آقای خامنه ای داره و فکر میکنم که اون چه که ایشون نشون داده در رفتارش و در گفتارش خیلی دور از اون تصویر نیست و فکر میکنم تصویرم صحت داشته باشه. بنابراین میبینیم که در دو سویه کاملا متفاوتی قرار گرفتن. یکی همواره در حد بضاعت خودش، با اینکه خب یک ملای سنتی هستش، ظاهرا از ایران هم بیرون نرفته، کم و بیش با پرسش های اساسی جهان جدید آشنا هستش و تلاش میکنه به اون پرسش ها پاسخ بده و کنار مردم میسته، آقای منتظری. و یکی دیگه با اینکه خودش دم و دستگاه بسیار عظیمی داره، مسافرت های خارجی هم داره، همواره کنار مردم نبوده، کنار قدرت ایستاده و در واقع پرسش های جهان جدید را هم نمیشناسه و تلاشی هم نکرده به اون پرسش ها پاسخ بده. اگه بخوام تصویر آقای مصباح رو برای کسایی که کم و بیش از دور میشناسنش واضح بکنم، به نظر میرسه آقای مصباح همون شیخ فضل‌الله نوریه که یک قرن بعد بیدار شده و داره همون حرف رو دوباره تکرار میکنه بدون اینکه توجه کنه یک قرن گذشته. و شما ازش به عنوان از ملاهای با سواد حوزه یاد کردین؟ با توجه به استانداردهایی که بر حوزه های علمیه قم حاکمه، بله همینطور هستش، یعنی از علوم حوزوی آشنا هستش. آقای دکتر کرمی، خیلی با احترام از آیت الله منتظری هم صحبت کردین. کنار این ماجرا شما مقاله‌ای دارین با عنوان پروبالی در عرصه سیمرغ در همین در همسایگی خداوندان. شما از جمله به ذات دین خیلی انتقاد دارین و میگید که هسته‌ای ذاتی وجود نداره. از قضا آیت الله منتظری در بسیاری از استفتاهایی که ازش میکردن در پاسخها، این خیلی معروف هست که جوابش همیشه این بوده، اغلب، کلمه همیشه نمیشه به کار برد البته، اسلام به ذات خود ندارد عیبی. این ذات باوری و پنداری آقای منتظری با صحبتهای شما نمیخونه. نقدتون بر ایشون چه هستش؟ احیاناً درست میگید. من با همه احترامی که برای آقای منتظری قائل هستم، من توی سلول‌های اطلاعات بخشی از بازجویی‌هایی رو که به بازجوها باید پس میدادم در مورد ارتباطم با آقای منتظری، علاقم به ایشون و احترام عمیقی که نسبت به ایشون داشتم و دارم هستش. با این وجود حتی وقتی ایشون زنده بود تلاش کردم که در حد بضاعت خودم محترمانه آرای ایشون رو که در بستر حوزه‌های علمیه شیعه قابل توجه بود، تا اونجایی که می فهمیدم و درک می کردم به نقد بنشینم و تلاش کنم که اگر بشه کاری بکنم یا راهی رو نشون بدم که ایشون اون راهی رو که باید بپیمایه تا نهایت ادامه بده. از این بابت من در این مقاله پروبالی در عرصه سیمرغ در واقع مقدمه رساله حقوق ایشون رو به نقد نشستم. اونجا در واقع سعی کردم توضیح بدم که چرا این راهی که آقای منتظری باز کرده در رسمیت بخشیدن به حقوق مثلا حتی بهائیان در ایران که کار بسیار بزرگ و کم سابقه‌ای هستش، بله، با این وجود این راه ناتمامی هستش. من تلاش کردم این نقد رو در واقع اونجا آشکار بکنم. البته این تنها نقد من نیست. من اگر بخوام نگاهم رو با همه احترامی که به ایشون دارم خلاصه کنم، دو تا نقد عمده میتونم به آرا و افکار ایشون بگیرم. نخست در پهنه اسلام سیاسی، با توجه به این که ایشون خودش یکی از بنیانگذاران و عواملی بود که به هر حال به تعبیر خودش در جا انداختن بحث ولایت فقیه در ایران و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش بسیار مهم داشت، بعد از این سه دهه‌ای که از جمهوری اسلامی گذشت در واقع تجدید نظر کرد و عقب نشینی کرد و از ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، به نظارت فقیه عقب نشست. اینطوره. برخلاف تصور بسیاری که این رو ممکنه یک گام مثبتی در نظر بگیرن، به باور من این یک گام به عقب و در واقع قابل نقد هستش. من بر این باورم که اون کاری رو که آقای خمینی کرد، ولایت مطلقه فقیه، آقای منتظری باید تا نهایتش ادامه میداد. اگر آقای خمینی
ولایت مطلقه رو برای خودش یا برای فقها در واقع مطرح کرد که اونها میتونن یا برخی از فقها که به رهبری میرسن میتونن به گاه ضرورت و مصلحت احکام اولیه اسلام رو تعطیل کنن و راه آمیزش اجتماعی مسالمت آمیز مسلمانان و شیعیان رو با جهان جدید باز بکنن، به باور من آقای منتظری این راه رو باید ادامه میداد و این ولایت مطلقه رو نه به فقها بلکه به مردم و به همه مردم ایران و همه شهروندای ایران میسپرد و به اونها این حق رو میداد. چطور آقای؟ که به گاه ضرورت و مصلحت بتونن احکام اولیه اسلام رو تعطیل کنند. خب چگونه؟ یعنی وقتی که خودش در حصر بود سالها و به هر حال مبارزه رو شروع کرد، به لحاظ عملی چطور میتونست این راه رو به فرمایش شما تموم بکنه؟ این بحث نظریه، لزومی نداشت که ایشون حالا در عرصه مثلا عمل کاری بکنه، کافی بود که در واقع این راه رو به لحاظ فقهی ادامه بده و بگه که این الزاماتی یا این دلایلی که وجود داره و آوردن، حالا به درست و غلط بودنش در پهنه فقه من کاری ندارم، من متخصص فقه نیستم، دیگران باید قضاوت کنن که دلایلی که آقای خمینی یا شاگردانش آوردن چقدر مهم اهمیت داره، ولی به هر حال اسلام سیاسی که آقای خمینی فقه مصلحتی که ایشون بنیان گذاشت نهایتش این بود که ولی فقیه میتونه به گاه ضرورت و مصلحت احکام اولیه اسلام رو تعطیل بکنه. این راهی بود برای اینکه پیوند بزنه جامعه اسلامی و شیعی رو با جهان جدید و الزامات جهان جدید. مسئله این بود که چه کسی حق داره این کارو بکنه. آقای خمینی گفت که ولی فقیه. به باور من مشرب فکری آقای منتظری با توجه به اینکه همواره کنار مردم بود و دغدغه حقوق انسان‌ها رو داشت و حقوق اساسی رو تو همین رساله حقوقش منفک میکنه از مسائل شرعی و آنچه که در فقه مطرح میشه، اینها همه به باور من امکانات این رو داشت که به ایشون فرصت بده و ایشون این حق رو نه در دستان فقها یا یک فقیه بلکه در دستان مردم یا نمایندگان مردم قرار بده. این برگشت ایشون از ولایت مطلقه فقیه به نظارت فقیه در واقع یک استخوانی در زخم که میمونه، یعنی در واقع ما همچنان جامعه شیعه و اسلام سیاسی تکلیف خودش رو با شریعت با فقه روشن نکرده و مردم رو همچنان به عنوان قانونگذار به عنوان کسایی که ولی نعمتن و باید حکومت بکنن، حالا چه خودشون چه نمایندگانشون، باید قانون بذارن چه خودشون چه نمایندگانشون، همچنان تو حاشیه قرار داده و فقیه رو ناظر بله لازم دونسته که میتونه همه اون دردسرایی که هست کم و بیش دوباره تکرار بکنه. بذارید به نقد دیگه‌ای که بهشون دارم که مهمه، یه نقد الهیاتی هستش که فکر می‌کنم زیر ساخت همین مسئله هستش، اون رو هم اشاره کنم که توی پروبالی در عرصه سیمرغ در واقع نقد اساسی من به ایشون به این در واقع مسئله برمیگرده. ایشون توی مقدمه رساله حقوق خودشون توضیح میدن که اون در واقع من اون هسته مرکزی این فکر رو می‌خوام مطرح بکنم که به سوال شما هم برمیگرده، میگه که بله زی حق، میگه که زی مصلحت زی حق، یعنی کسی که مصلحتی در موردش وجود داره حق داره که اون مصلحت رو تشخیص بده. و بعد ادامه میده که در واقع حالا چه کسی زی صلاحه برای اینکه تشخیص بده که خب مصلحت یک فرد چیه. ایشون با مبانی الهیاتی و فقهی که داره نهایتاً میگه که خداوند در واقع زی صلاح هستش. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند دانای مطلق و قادر متعال اوه که به مبدأ و معاد انسان آگاه انسان رو آفریده و میتونه بگه که خب مصلحت انسان در چیه. این به نظر من بنیان فکری کل اون چیزیه که در شریعت شیعی کم و بیش وجود داره و اتفاقا همینجا هستش که آقای منتظری هم پیوند میخوره با کسایی مثل آقای مصباح، به خاطر اینکه یک مسئله شناخشناسانه بسیار مهم رو در واقع اینجا لحاظ نکردن و در واقع این لحاظ نکردن این مسئله هستش که فکر میکنم که مشکل اساسیه که به ایشون اجازه نداد که از همون بحث نظارت فقیه هم عبور کنه. این وقت نداریم، من فکر میکنم که باید جلسه بعد بشه. باشه، مرسی دکتر، اشارات منو میگیرن، خودشونم دائم به ساعت نگاه میکنم. متشکرم دکتر، حتما جلسه بعد موضوع رو ادامه میدیم. سپاسگزارم از حضورتون. با ما بمانید با بخش دوم خبرها از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا. این صدای آمریکا در واشنگتن است.